بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، مجلسه هشتم ویندوز 10 یا مایکروسافت ویندوز 10 خوش آمدید. مسئولین عزیز، امروز هدف ما استارت منو میباشد. استارت منو را بس میکنیم که چی هست و چی خصوصیات داره و کدام آپشن ها را میداشته باشه، همه از را بس میکنیم. مثلا عزیز، در قسمت های قبلی ما بعضی موضوعات در روی صفحه دسکتاپ دیدیم، مشاهده کردیم، ویو را، سورت و نیو و اینا را بس کردیم و یک دو آپشن دیگهش که به نام دیسپلی سیتینگ و پرسونالایز است، اونا را در جلسات بعدی میگیم، چون با دیتیلز باید اونا را گفته شود، به خاطر ما اونا را ذکر نکردیم. حالا میرسیم بالای منوی آغاز یا استارت منو. مثلا عزیز، ویندوز 10 دارای استارت منو هست یا بتن استارت نداره، فقط یک منوی استارت دارن. این منوی استارت به نام منوی آغاز یاد میشه، دارای عناصر بسیار خوب و یک تعداد عناصر ها را می داشته باشه که در واقع و عناصر با استفاده از عناصر ما میتونیم که به داخل خود سیستم دسترسی پیدا کنیم. یکی از عناصرش all programs است، یعنی تمامی برنامه هایی که ثبت شده ما میتونیم توسط آل پروگرامز اونها را دریافت بکنیم و باز بکنیم. و یکی از عناصر دیگه پاور است. پاور برای تنظیم امور پاور یا برق کامپیوتر استفاده میشه که ما برق کامپیوتر را تنظیم میکنیم که به چه شکلی برقش تهیه شود. و همچنان موضوع دیگه سیتینگ است، برای تنظیمات خود سیستم کامپیوتر استفاده میشه. با استفاده از سیتینگ ما میتونیم که تنظیمات کامپیوتر را تنظیم بسازیم. و موضوع دیگه پیکچر است. پیکچر برای نمایش دادن فایل های عکس ذخیره شده استفاده میشه، چون یکی از فولدرها، یکی از فایل هایی که بسیار مهم است در قسمت ویندوز پیکچر ها یا تصاویر میباشه. دوم دیگه آپشن یا عناصر دیگه از دکومنت است. دکومنت ها به خاطر ذخیره نشان دادن اسناد به کار میره، یعنی ما اسنادایی که نیاز باشه در دکومنت ها در دکومنت قرار میتیم، ما میتونیم از اونجا استفاده بکنیم. و همچنان یوزر اکانت داریم. برای یک از عناصر دیگه یوزر اکانت است در استارت منو. یوزر اکانت ها در واقع برای تنظیمات حساب کاربر یا حساب استفاده کننده در سیستم عامل در سیستم خود یک کامپیوتر به کار میره. و یا آپشن دیگه عبارت از موزیک است. موزیک برای باز کردن اسناد صوتی به کار میره. ما بعضی اوقات اسنادها یا فایل های موزیک یا صوتی را داشته باشیم و می خواهیم که موسیقی گوش بکنیم، میتونیم که از این استفاده بکنیم. و یکی از فایل های دیگه یا عنصر دیگه عبارت از دانلود است. دانلود برای باز کردن اسنادها و فایل های دانلود شده از اینترنت مورد استفاده قرار میره. بعضی اوقات ما به اینترنت وصل میشیم، به شبکه وصل میشیم، می خواهیم که فایل ها را و برنامه ها را یا بعض فایل اسناد ها را دانلود بکنیم. وقتی که دانلود میگیم، مستقیم به یک فایل میاد که اون فایل به نام دانلود است و دانلود یاد میشه و از اونجا میتونیم که دسترسی داشته باشیم. این در واقع منوی آغاز یا منوی استارت منو است. و دیگر مثلا عزیز، تا اینجا درس شما هست که میتونیم که قسمت استارت منو را آغاز بکنیم، به شکل عملی کار بکنیم، ببینیم که کدام موضوعات می داشته باشه، آیا واقعا این عناصر می داشته باشه یا نمی داشته باشه. همین از این را انشاءالله بس میکنیم. خب در این قسمت مثلا عزیز، در قسمت تخصبار در آخر اینجا ما یک آپشن داریم به نام استارت. و وقتی که کلیک میکنین، ما بالای استارت منو یا منوی آغاز میرسیم. این منوی آغاز است، در این قسمت منوی آغاز است. و همچنان توسط وین کی، یعنی توسط تکمه وین کی در کیبورد میتونیم که استارت را باز بکنیم. مثلا من وین کی را فشار دادم، من در اینجا ماوس ما در اینجا قرار داره، اما وین کی را میزنم، میتونم که با استفاده از وین کی اینا باز بکنم. و این در واقع استارت منوی ویندوز 10 هست. در اینجا ببینیم که چند موضوع می داشته باشیم. یکی موضوع پاور است، موضوع سیتینگ است، موضوع پیکچر است، دکومنت است و یوزر اکانت است. و این در واقع لیست از اینها موجود است. بالا از اینها بس میکنیم. و همچنان اینجا آل پروگرامز است، یعنی پروگرام هایی که نصب کردیم تمامش در اینجا هستند. ببینید که پروگرام هایی که اینجا نصب شده، تمام پروگرام ها در اینجا موجود است. اگر شما بخواید که در این قسمت پروگرام ها را
دریافت بکنین، از اینجا میتونین از این مینو استفاده بکنین که پروگرام های متفاوت دریافت بکنین. به طور مثال من میرم ورد پیدا میکنم، اول میرم مایکروسافت آفیس، در قسمت مایکروسافت آفیس باید ویندوز پیدا بکنم. مایکروسافت آفیس 2013 هست، من اینجا ببینین که پروگرام های آفیس باز میشه و در این قسمت من میتونم ورد باز بکنم. به طور مثال ورد اینجا سرچ میکنم، جستجو میکنم که ورد کدام در کدام قسمت قرار داره و در این قسمت بیاین در اینجا ببینید که ورد است. ما ورد میخوایم باز بکنم، یعنی توسط آل پروگرام ما میتونم به اون پروگرامی که نصب شده ما میتونم دسترسی پیدا بکنیم و همچنان با برنامه های دیگری که اینجا نیاز است هر وقتی که نیاز داشته باشین میتونین استفاده بکنین. و در این قسمت برنامه های مختلفی وجود دارن که هر کدامش که نیاز داشته باشین میتونین که از آل پروگرام برین و در قسمت آل پروگرام سرچ بکنین و دریافت بکنین و از اونجا میتونین که برنامه های نصب شده را باز بکنین. به طور مثال من میخوام که یکی از برنامه های دیگه در اینجا یک برنامه های دیگه به طور مثال اینجا پی دی اف هست، من پی دی اف باز بکنم. من پی دی اف باز میکنم، در اینجا پی دی اف باز میشه. ببینید که پی دی اف باز شد، یعنی هر برنامه را که خواسته باشین از این طریق میتونین باز بکنین. موضوع دیگه عبارت از پاور هستن. در قسمت پاور شما دبل کلیک بکنین، اینجا که دبل کلیک بکنین یکی پاور ما قسمت ریستارت داریم، شات داون داریم، هایبرنیت داریم، سلیپ داریم. ریستارت به این معنی که ما میخواهیم که کامپیوتر خود آغاز مجدد بکنیم، یعنی یک دفعه شات داون بکنیم، شات داون نمیشه، یک دفعه خاموش میشه پس دوباره روشن میشه، این معنی آغاز مجدد میگن که متوسط استارت است. بعضی اوقات وقتی که مشکل پیدا میشه در کامپیوتر ما، یا یک برنامه را اینستال میکنیم، یا بعضی اوقات یک خودی ویندوز میخواد که ریستارت شوه کامپیوتر، ما میتونیم که از این آپشن استفاده بکنیم. و همچنان شات داون داریم، شات داون برای خاموش کردن کامپیوتر استفاده میشه، این کامپیوتر خاموش میکنه. هایبرنیت هست، هایبرنیت در واقع یک مکانیزم دیگه هست که وقتی که شما کامپیوتر خاموش میکنین یا ریستارت میکنین تمام دیتاها در حافظه های موقتی از بین میره، یعنی همه چیز کلوز میشه، بسته میشه، پروگرام ها کلوز میشه، همه چیز بسته میشه، پس دوباره وقتی که روشن میکنیم همه چیز باید از اول باید شروع شود. اما در قسمت هایبرنیت طوری است که ما وقتی که کامپیوتر هایبرنیت میکنیم تمام کارهای خود به شکل معلق یا به شکل ویزان یا امانت در سیستم میمونیم، ای از بین نمیره. به این معنی که هایبرنیت که شد به این معنی که هیچ پروگرام های ما کلوز نمیشه و از همون قسمتی که ما هایبرنیت کردیم به اون قسمت ای استاپ میشه. وقتی که پس دوباره بخوایم که شروع بکنیم میتونیم که از همون قسمت شروع بکنیم. سلیپ در یکی از موضوعات دیگه در پاور است. سلیپ به خاطر یعنی از نامش که هویدا است و این معنی است که یعنی در خواب میره. کامپیوتر به شکل است که شما کامپیوتر تنها صفحه زیر و تمام برنامه های زیر طوری تنظیم میکنین که صفحات گرافیکیش خاموش میشن، اما خود کامپیوتر فیزیکال روشن است. هارد دیسک اینجا ببخشید سی پی یو کار میکنه، رم کار میکنه، بعضی هاردویر کار میکنه و پاور هم میداشته باشه، برق هم میداشته باشه، یعنی برقش از بین نمیره، تمام سرکت ها برق داره. در اینجا فقط کاری که میکنین خود آپریتینگ سیستم هم سلیپ میکنین که یک حالتی باشه که و حالت در واقع تمام حالت های گرافیکی را بسته کنم. و موضوع دیگه در قسمت سیتینگ است. سیتینگ یک آپشن دیگه است به خاطر تنظیمات داخلی خود سیستم استفاده میشن. اینجا ما سیستم ها چطور نمایش بتیم، دیوایس ها چطور دسترسی پیدا بکنیم، بعضی اوقات فون تلفن ها را وصل میکنیم، با نتورک اینترنت وصل میشیم، یا بعضی مشخصه های خودی سیستم یا یوزر را تغییر میتیم، یا اینکه چطور میتونیم که به شکل ساده اکسس داشته باشیم، گیم اگر پلی بکنیم، تایم و لنگویج مشخص بکنیم که کدام زبان را میخوایم که به سیستم اضافه بکنیم، تایم تنظیمات میکنیم، یوزر اکانت ها را میتونیم تنظیمات بکنیم از طریق و اپلیکیشن ها را اینستال بکنیم، غیر نصب بکنیم و همچنان بعضی فیچر ها را میتونیم آن و آف بکنیم. اگر بخوایم بعضی اوقات بعضی اپلیکیشن ها را سرچ بکنیم و سرچ استفاده میکنیم، همه از اینها در واقع در قسمت تنظیمات سیتینگ است و در اینجا میتونیم که حتی سرچ بکنیم. به طور مثال ما میگیم کنترل پینل در قسمت
کنترل پینل، وقتی که بخوایم که کنترل پینل نشته بکنم یا کنترل نشته بکنم، با ما شما چندین موضوع را پیشنهاد میکنن. یا بخوایم که تایم نشته بکنم، تایم با ما میاره که ما میخوایم که چی بکنم، تایم زونم مشخص بکنم، دیت و تاریخ مشخص بکنم یا دیت و تاریخ تنظیماتش برم. همه زیر اگر یوزر نشته بکنم، بالای یوزر مثلا بالای مشخصات یوزر میرم و یوزر را چنج بکنم، پاسورد را چنج بکنم، چی کار را انجام بدم. یعنی از اینجا ما میتونم که تمام ستینگ ویندوز خودت از اینجا در نظر بگیریم یا تنظیمات خود انجام بدیم. و یکی از آپشن های دیگه گفتم عبارت از پیکچر است. یعنی در قسمتی است که ما کلیک بکنیم، پیکچر هایی که در سیستم ما باشه اونا میاره. مثلا اینجا ما پیکچر داریم، آل پیکچر در اینجا موجود نیست. اگر پیکچر داشته باشین، پیکچرتون مثلا از کامره باشه یا از خودتون از وب کامره عکس گرفته باشین یا در اینجا ذخیره کرده باشین، میتونین نمایش بدین. و همچنان ما موضوع دیگه که داریم موضوع دکومنت است. دکومنت به خاطر نشان دادن اما اسنادهای ضروری است. در اینجا در دکومنت ما بعضی اسنادها دارم، در این قسمت ببینین این اسنادها در واقع اسنادهایی هستند که مورد نیاز است، ما در اینجا ذخیره کردیم و از او استفاده میکنم. و همچنان مثلا عزیز در این قسمت میتونم که هر فایلی که نیاز باشه اینجا استفاده بکنم. خب یکی از موضوعات دیگه مثلا عزیز یوزر اکانت هست. یوزر اکانت در اینجا به نام یوزر مشخص میشه، در این قسمت هست. و موضوع دیگر اگر بالا از کلیک بکنیم، ما در قسمت اینجا ببینیم که گست داریم، ساین اوت داریم، لاگ داریم، چنج یوزر اکانت سیتینگ داریم. ساین اوت برای اینه که ما از همین یوزر ساین اوت میشیم، یک دفعه ریستارت نمیکنیم، فقط ساین اوت میشیم و خروج خارج میشیم. پس میتونیم که با یک یوزر دیگه با این یوزر داخل شویم. و همچنان میتونیم که یوزر را لاگ بکنیم، همین یوزر نتونه که دسترسی داشته باشه. و همچنان ما میتونیم که تنظیمات یا اکانت خود از این طریق چنج بکنیم و از چندین طریق میتونیم چنج بکنیم. از اینجا بسیار ساده میتونیم بالاش کلیک بکنیم، تنظیماتی که نیاز است بالای مثلا یک اکانت ما میتونیم تنظیمات انجام بدیم. و مثلا مثال ما میتونیم که یوزرها را اضافه بکنیم، یوزرها را کم بسازیم و بعضی پسورد را تغییر بدیم، عکس یوزر را میتونیم که کم زیاد بکنیم یا بعضی اوقات میتونیم که بعضی تغییرات دیگر در قسمت بیاریم و از اینجا میتونیم استفاده بکنیم. و همچنان در این قسمت یوزر ما لاگ داریم، وقتی که لاگ بگیم لاگ میشه و گست بگیم به این معنی که من حیث گست داخل میشیم، من حیث میمان داخل میشیم، یک تعداد محدودیت ها بالای ما وضع میشه که مثل میمان وار میشینیم و کارهای زیاد انجام داده نمیتونیم. و در قسمت استارت منو مثلا عزیز یک موضوع دیگه اینجا هست، اینجا به نام ریسنت هست. ریسنت به این معنی که یعنی امو پروگرام هایی که واقعا میخواین که استفاده بکنین، زیاد استفاده بکنین، در اینجا لیست میشه. هر دفعه که زیاد استفاده میکنین در این قسمت میتونیم که اینجا ظاهر میشه، از این میتونیم استفاده بکنیم. مثلا مثال ما در موزیک رفتیم یا در مووی رفتیم، در میل رفتیم، زیاد در فوتو رفتیم، اینا را زیاد به ما نمایش میده تا اینکه من دسترسی پیدا بکنم. و اگر بخواین که شما بعضی اپلیکیشن ها را در واقع بیارین به اینجا، میتونین که بعضی اپلیکیشن ها را در این قسمت میتونین که در این قسمت میتونین که اضافه بکنین یا کم بسازین. به طور مثال در اینجا ببینین که در اپلیکیشن سیتینگ از این اپلیکیشن میری و در اینجا میتونه که اونو بیارید. و این در واقع استارت منو شما بود که چطور میتونم از اینجا استفاده بکنم. یک موضوع دیگه که در استارت منو خیلی مهم است و معمولا ما با او سر کار داریم، سرچ هست. شما در اینجا استارت منو را وقتی کلیک میکنیم تایپ بکنین، اتومات بالای سرچینگ میره و اونجا سرچ میکنه و هر پروگرامی که خواسته باشین، هر موضوعی که خواسته باشین و او موجود باشه در سیستم یا اپراتین سیستم تون، برای شما میارم. مثلا مثلا من یوزر نشته میکنم، اینجا ببینین که فایل هایی که موجود است یا هر آن چیزی که موجود است در کامپیوتر برای ما شما سرچ میکنه. مثلا مثال پرینت یوزر گایدلاینز آوردم. اگر من سیتینگ میارم، مثلا سیتینگ نشته میکنم، در این قسمت ببینین که سیتینگ خود کامپیوتر را به ما آورده. اینجا سیتینگ خود کامپیوتر قبلا ما شما سرچ کار کرده بودیم که در اینجا به ما نمایش داد. و به این شکل میتونم که از سرچین زیرم استفاده بکنم. مثلا مثلا من اکسل نشتم میکنم، اکسل که نشتم میکنم مرا مستقیم بالای اکسل میبره. یا
به طور مثال ما میخوایم که کنترل پینل برم، کنترل پینل نشسته میکنم و به ما ببینیم که کنترل پینل نشسته کردم در اینجا آورد. وقتی که بالاش کلیک میکنیم ما را در تمام فیچرها و خوبی ها و همه سرویس های کنترل پینل اینجا انتقال میده که اینا را بعدا مورد مطالعه قرار میدیم. این در واقع نوع استفاده از استارت منو یا منوی آغاز در ویندوز 10 بود که ما یک بیان داشتیم و این موضوعات را بحث کردیم و انشالله موضوعات بعدی را که بهتر از این هست بحث میکنیم، داخل سیستم میشیم و ابزارهای مختلفی که نیاز است به خاطر دسترسی به این اپراتینگ سیستم و تو کار کرد با این اپراتینگ سیستم انشالله در جلسات بعدی مورد بحث قرار میدم. مسئلین عزیز، درس شما به اینجا به پایان میرسه و در اینجا ما در فصل چهارم، در فصل اول بخشن که سیستم عامل بحث کردیم، سیستم های عامل مشهور که شامل مک، لینکس، ویندوز می باشه اینا را بس کردیم، نسخه های سیستمی عامل ویندوز را بس کردیم، محیط کاری دسکتاپ کمی کار کردیم که چی هست و منوی آغاز هم همچنان بس کردیم که منوی آغاز چی بوده و چطور میتونه که از منوی آغاز استفاده کرد. و تا اینجا درس شما بود مسئله عزیز. خدا حافظ، ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشید.